یه خوش اومدید و شخصی که در حسن قدید رفتید از یکی دو سال قبل داریم از دوستان دانشگاهی جلسات داشتم در ارتباط با موضوع گفتگو بحثی بود که خود کشوری که بچندار گفتگوی مرحکات مدن ها میشه در داخل خود کشورش باید بتونه موضوع گفتگو مواده این چه به لحاظ سیاسی یا به لحاظ فکری یا شرعی هرچه دیدید نباشه این طور شاهد هست میتونم تصمیم به جایی گفتگو نوعی میشه بگیم که جنوبی و دوستی یا دوری یا جدایی هست و تعامل شنگم صورت مخالف نیست یکم یک مشکلی هست، یک موضوعی هست که ابعاد هم تاریخی داره، هم فرهنگی داره، اجتماعی داره و شاید سانتو ساختاری داشته باشه و خوبه که این موضوع ما بسش رو اجام بدیم تا بعدها بتونه به عنوان یک دست گفتمانی تبدیل بشه و یک فضایی در حد خودمون در حد توان خودمون بتونیم در واقع زمینه های گفتگو مختلف در همه حوزه ها بتونیم تأثیر بکنیم و فراهم بکنیم. این بود بدون که بخواد مجوزی گرفته بشه، رسمی داشته باشه، نهادی تأسیس بشه این بحث اعلام پیدا کرد. خدمت بعضی از دوستان و بزرگان هم هست این مورد رسیدیم و موضوع تداوم پیدا کرد و این اولین در واقع میشه که میزگردی است که خواستیم که از سه زاویه مختلف هم اخلاق، هم جامعه شناسی و هم فقه یا علوم دینی مثل به مسئله بحث و گفتگی به عمل بیاد و انشاءالله آغازی خواهد بود برای جلسات ادواری احتمالا دو سه ماه یک بار که بتونه این کار انشاءالله به یک جایی برسه. ولی که مقدمه خیلی کوتاهی بود من خواهش میکنم که پیش بیاورید که میگه شروع بشه جامعه دوشون بکران دکتر خانم شریفی و جناب دکتر خانکی که در واقع هماهنگ کننده و مدیریته به اصطلاح خواهند بود. خواهش میکنم الرحمن الرحیم. من هم خدمت استادان و حضار محترم سلام عرض میکنم. بنابر این نیست که من خیلی حرف بزنم، سنتم اصلا همین بود که بچه های فضول رو مبصر میکردن تا اینکه خیلی فضولی نکنن. به این معنا هم نقش منم در این نشست مبصری هستش، نه به معنای این که خواستوشم اداره کنم، به معنای که خیلی دخالت نکنم. همجور که آقای دکتر موین فهمیدن شاید تجربه اغلب ما این باشه که در برخورد با مسائل مختلف دریافتیم که هرچقدر اگر بزرگ هم فکر میکنیم از کارهای کوچکتر شروع کنیم و به این اعتبار از تمثیل طنزآمیزی که خانم دکتر
سوسن شریعتی در یکی از جلسات رحمان به کار بردن استفاده میکنم که گفتن برخلاف جاهای دیگه اونجا اول کار اجتماعی میکنن و بعد سیاسی، اینجا اول کار سیاسی میکنن و بعد اجتماعی، یعنی جمعی که در سیاست عمدتاً بودن یا در مدیریت های کشور از دانشگاهیان از 3-4 سال پیش یکی از بحثایی رو که دنبال میکردن همین بود که خب اگر دریافتیم که مشکل اساسی در کشور ما گفتگو هست، این قفل گفتگو یا گره گفتگو رو چطور میتونیم باز بکنیم؟ باز هم نه به صورت انفجاری، یعنی یک دفعه خواسته باشیم جامعه ایران رو جامعه گفتگویی بکنیم، و اگر گمان میکردیم که همیشه تنها یک راه میتونه مشکل ایران رو حل بکنه، اون یک راه رو فکر بکنیم که باز دیگه الان به همون صورتی که ما میفهمیم گفتگو هست. به این اعتبار مؤسسه رحمان که خب یه مؤسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی است، در کنار کارهایی رو که انجام میده این نتیجه رسید که خب اگر ما خواسته باشیم در میان دانشگاهیان طرح یک مسئله بپردازیم که اونها این مسئله رو خواسته باشن شروع کنن، از کجا شروع بکنیم؟ یه دو تا مثال میزنم، البته این که میبینید من یه خورده بیشترم حرف میزنم، میخوام وقت کشی هم یا وقت گیری هم بکنم تا آقای عیاضی هم برسن، اگر نه من بنار گذاشته بودم که 5 دقیقه بیشتر حرف نزنم، ولی یه خورده بیشتر حرف میزنم که از اون طوری که میخواد حرفای اصلی شروع بشه آقای عیاضی هم تشریف داشته باشه. یک دو تا مثال میزنم از دوستانی که در خدمتشون هستم و بعد تا اونجا صورت مسئله بر اساس اون روشن‌تر بشه. یه وقتی من خدمت خانم دکتر سارا شریعتی بودم در دفاع از یک رساله‌ای که آقای دکتر پارسانیا راهنما بودن و ایشون مشاور و من هم داور. اون رساله هم عنوانش فهم روشنفکران ایرانی از مارکسیسم بود قبل از انقلاب، که موضوع مطالعه هم دکتر شریعتی، استاد مطهری و مهندس بازرگان بود. در اون نشست حالا من نظرم رو که دادم گفتم که خب این یک مسئله است که چه روشنفکران ایرانی قبل از انقلاب به گفته آقای عمویی فقط در زندان با هم آشنا می شدن، و گفتم نوع مواجهه که آقای عمویی داره با مرحوم بازرگان و مرحوم آقای طالقانی خودش یه تجربه است. به هر حال به عنوان یک آدم مبارز مارکسیست داره نظرش رو میده، و اون تمثیلی هم که داره که باش آشنا هستید که میگه من با مهندس طالقانی و آیت الله بازرگان زندان کشیدم، منظورش اسلام چارچوب بندی های آقای بازرگان بود از نظر فکری و بازتر برخورد کردن مرحوم آقای طالقانی. بعد گفتم این سوال هست که چرا روشنفکران در ایران در زندان فقط با هم روبرو شدن، آیا غیر از زندان نمیشد با هم دیگه مثلا مسلمان های مارکسیستا در جایی صحبت بکنن؟ خانم شریعتی یه پاسخ خیلی خوبی داد که تو یاد من هست، گفت الان هم که استاده ما در سر جلسه های دفاع با هم گفتگو میکنن، یعنی غیر از جلسه های دفاع با هم دیگه گفتگویی ندارن، اونجا هستش که میشنن با هم دیگه حرف میزنن، و احتمالا هم یه خورده چانه زنی بر سر روش و متد و نام و نمره و امثال اینها تمام میشه. خب این رو ما هم با گوشت و پوستمون لمس کردیم که در دانشگاه هم که زندگی میکنیم توی حصارهای در خود تنیده، حالا اون حصارهای در خود تنیده رو یا سیاست تعیین میکنه یا بوروکراسی تعیین میکنه یا ساحتهای مختلف تعیین میکنه که
فلسفه نمیتونه با جامعه شناسی حرف بزنه، جامعه شناسی نمیتونه با روانشناسی حرف بزنه. و به این معنا گفتیم که خب حالا این تجربه خودمونه در همه حدی که میتونیم، حدمون هم همینه دیگه، توی جلسه 70-80 نفری بیشنیم حرفایی بزنیم و این حرفا زمینه بشه برای حرفای دیگر. به این اعتبار بود که خب این بحث طراحی شد که حداقل ماهی یک بار گروهی ارزم بوده شما که با هم دیگه بنشنن و خصوص من به مفهوم درستش داشتم پا منبری میکردم تا اهل منبر برسن. دیگه حالا که اهل منبر هم اومدن من دیگه حرفم رو مختصر میکنم. البته یک مقدار خود من شخصا به لحاظ تجربی و نظری درگیر گفتگو بودم. به لحاظ تجربیش این که خب در حوزه همیتون آقای دکتر موین هم فرمودن در حوزه گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها و اینکه به هر حال چقدر پیش میره. رساله من در همین مورد بود و یادم هم هست که نه استاد داورم در دفاع بلکه استاد مشاورم گفتش که شما از چی گفتگوی حرف میزنید، چون زمان آقای خاتمی هم بود که نمیتونید وقتی که رئیس جمهور میخواست بره سازمان ملل صحبت بکنه نمیتونید جلو نمیدونم چهار تا گروه رو بگیرید که حمله نکنن، از چه گفتگوی حرف میزنید. البته من در اونجا در مقام دانشجویی که از رسالش دفاع میکنه نمیدونستم تقصیر من چیه اگه میگم گفتگوی تمدن ها چیز خوبی هست، ولی به هر حال این تجربه عملی بود. تجربه نظریم بود. تجربه عملیم هم این که بالاخره از یک زمانی که بسته ترین نوع مبارزه رو درش بودم بین مبارزه مسلحانه تا امروز فکر میکنم که تا حد زیادی دوای درد ایران فکر کردن به گفتگو هست بدون اینکه خواسته باشیم خیلی اون پیشینمون رو ازش فاصله بگیریم. البته خب ابهام های وجود داره که چی گفتگو هست و چی گفتگو نیست که اون شروع کار ما خواهد بود. من فقط به یک تعریفی از جناب آقای ملکیان اشاره می کنم که از اون خیلی استفاده کردم در تعریف گفتگو که و دیگه سوالام رو مطرح می کنم می سپرم بحث رو به دوستان عزیز. ایشون در یکی از مباحثی که مطرح میکنن گفتگو رو مکالمه ای میدونن که در اون شرکت کنندگان برای نیل به هدفی واحد و مشترک که حل یا رفع مسئله یا مشکل مبتلا به همشان است به فهم و نقد سخن یکدیگر میپردازن. در فرایند گفتگو فهم سخن تو زمینه ساز نقد آن سخن از سوی من میشود و نقد من سبب میشود که تو یا مدعای خودت را واضح‌تر کنی یا دلیل خودت را قوی‌تر، و این ایضاح مدعا با تقویت دلیل مرا به فهم عمیق‌تر سخن تو و نقد دقیق‌تر آن رهنمون می‌شود و به این ترتیب و با این سیر دیالکتیکی گام به گام و دست در دست هم به حل یا رفع مسئله یا مشکل نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم. یه تجربه کوتاهی هم بگم و با این صحبتم رو تموم کنم. در زمانی که مجله آیین منتشر میشد من خدمت دو تن از این بزرگوارا بودم، جناب آقای عیاضی و جناب آقای ملکیان با 8-9 نفر دیگه از صاحب نظرانی که هر کدوم در حوزه هنر یا در حوزه اقتصاد یا در حوزه علم یا در حوزه سیاست، هر کدوم چهره های سرشناسی بودن. تجربه من این بود که در اون 8-9 نفری که با هم نشستن در آیین، یک این که خیلی از اینها همدیگر رو برای اولین بار می دیدند، یعنی چهره های شاخص یا سرمایه های نمادین ایران برای اولین بار همدیگر رو می دیدند و بعضا اسامی همدیگر رو هم غلط به کار می بردند. دو، در اونجا یکی از صاحب نظرای در اونجا یکی از نویسندگان بسیار برجسته و خوش قلم ما که
قبل از انقلاب هم زندان بوده و آدم سیاسی هم هست. این درست بعد از 88 بود و ما هم که معلومه بود صفت اصلاح طلبی در مزان اتهام، یعنی هر آن فکر میکردیم که دستگیر بشیم. اما او گفت من که میدونم شما وصلی به حکومت هستید، ولی و عیبی هم نداره، حالا برای که اثباتم بکنه عیبی هم نداره، خیلی هم خوب هست که وصلی به حکومت هم این هستید. این نشون میداد که چه فاصله ای وجود داره در فهم ما از همدیگر. حالا ببینید با این فاصله های نظری و با این فاصله های عملی چقدر سخته که عرضم بزرگ شما از گفتگو حرف بزنیم و مصداق راه حلی پیدا نکنیم. با این مقدماتی که عرض کردم که همونجور که آقای ما را تشریف بردن گفتم بخشش بود برای کشون برسن، سوال مشخصی که دوستان نظرشون هر کدوم خواهند داد این بود که نخبگان ایرانی یعنی به طور مشخص حالا اینجا دانشگاهیان هستش یا اندیشمندان چگونه با دیگران در پیرامون خود، در تاریخ خود و در جهان خود مواجه میشن، یعنی فهمشون از گذشته خودشون چگونه است. الان شما من و شما با اندیشمندانی مواجه هستیم یا اندیشه هایی که در واقع به تخریب کامل گذشته میپردازن یا به تخریب کامل اطرافیانشون میپردازن، هیچ کس غیر از اونها گویا وجود نداره، یا این که اصلا جهان رو قبول ندارن، پیرامون خودشون قبول ندارن، یا ساحت‌های غیر خودشون رو قبول ندارن. ما بر سر آب گفتگو می‌کردیم، یک عده مهندس بودن و یک عده جامعه شناس، مهندس‌ها جامعه شناسا رو قبول نداشتن و جامعه شناسا مهندس‌ها رو قبول نداشتن. این چگونگی مواجهه مسئله مهمی است. چطور اینها نظرهای انتقادی خودشون رو در بحث‌ها مطرح می‌کنن و چطور به نظرهای دیگران بازخورد میدن، اصلا میپذیرن نمیپذیرن، کنش های بیانی و ارتباطی اونها چه جریانی را از گفتگو یا نقل پی میگیره، چون گفتگو هم پیشا گفتگو، زمینه های گفتگو هست، هم خود متن گفتگو هست و هم بعد از گفتگو. حالا در واقع استدلال یا مقالطه، نقل پذیری یا نقل گریزی، دیالوگ یا مونولوگ چه جایی رو در فرایند های گفتگویه نخبگان ما دارن؟ اصلا میدان یا مکان یا امکان گفتگوهای ما در کجاست؟ بالاخره این بحثی که خیلی استقبال میکنیم که خوب همون گفای روشن فکرانه، همون قهوخونه‌ای که پای یک مثلا قهوه باشه با هم دیگه بحثی دعوایی نکنن، حرفی نزنن و برن، این هست. یا اصلا کجا بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، یعنی چه مکانی هست، چه میدانی هست، دولتی غیر دولتی، اینا در کجا هست؟ در مصر من یک بار رفته بودم، قهوه خونه روشنفکری اونجا در خان خلیلی نزدیک به 200 سال سنت داشت، یعنی نزدیک به 200 سال در یک جا مینشستن و با هم دیگه حرف می‌زدن. اون کجاست الان؟ ما کجا دنبالش بگردیم؟ به هر حال تجربه روشنفکران ایرانی و دعوا مرافعاشون روشن، تجربه حوزه و دانشگاه و به اصطلاح گفتگوهای بین حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه، دفتر حوزه و دانشگاه روشنه. تجربه های نسلی که اصلا همدیگه رو در موزه متهم و در موزه ارزم موزه شما که پاسخگو دیده میشه، اینا همه تجربه کاربران ایرانی در فضای مجازی الان روشن هست. خیلی وضع فضای مجازیمون از وضع واقعیمون بهتر نیست، اونجا هم خیلی زود دعوا میشه، ترس میکنن، نقل ناپذیری و امثال اینا هست. به هر حال بحث اصلی اینه، من دیگه نمیخوام قضاوت کنم که حالا من چه میگم، من فقط خواستم سوال مطرح کنم که حالا در این زمینه ما از نظریات دوستان استفاده میکنیم. با اجازه دوستان، چون آقای ملکیان فشار وقتی بیشتری دارن، ممکنه که بحثشون قربانی بشه در آخر، از آقای ملکیان هم به صفت طرح گفتگو شروع میکنیم، هم به اجبار وقت های ملکیان در خدمت. عرض سلام میکنم به مهدر همه خانم سوالی که آقای دکتر طرح کردن برای من پاسخگویی به این سوال آسان نیست، برای اینکه سوال بیشتر جنبه
جامعه شناختی داشت، حالا یا توصیف جامعه شناختی یا تبیین جامعه شناختی، که من اصلا ورود ندارم در این بحث. در واقع میخواستم که توصیفی از فرایند روشنفکری و علاوه خصوص گفتگو در فرایند روشنفکری داده بشه، از مثلا آغاز پیدایش روشنفکری در ایران و احیانا تبیین بشه کیفیت مواجهه روشنفکران ایرانی با یکدیگر و چند چون گفتگویی که با یکدیگر میکنند. خب ناگفته پیداست که این بحث برسیز کاملا جامعه شناختی، چه توصیفش و چه تبیینش. حالا مسئله توصیهش داستان دیگریه، ولی به هر توصیف و تبیینش گفته جامعه شناسانه. من واقعا در جهتش ورودی ندارم، اما چون از من خواستن که آغازگر سخن باشم، من فقط سه تا نکته رو میتونم در اینجا بیان بکنم. یک نکته این است که اصلا فارغ از فرایند روشن فکری، آکادمیسیان ها و علمای حوزه‌های علمیه ما هم با هم گفتگو ندارن. من فرایند روشنفکری رو جدا میکنم از فرایند تحصیلات آکادمیک و تحصیلات حوزوی. مفهومن اینها از هم جدا، ولی شخص واحدی میتونه هم آکادمیسیان باشه و هم روشنفکر، هم عالم دین باشه و هم روشنفکر. اما این فقط تصادق و هم مصداق شدن دو مفهومه. مفهوم روشنفکری با مفهوم آکادمیسیان بودن و عالم بودن و مثلا در بحث ما عالم دین بودن دو مفهومن. حالا نکته اولی که میخواستم بگم اینه که این گفتگو نکردن با یکدیگر، یا احیانا در موارد گفتگو هم بد گفتگو کردن با یکدیگر، این اصلا اختصاص به جامعه روشنفکری ایران از سرز مشروطه تا زمان ما نداره. اساتید دانشگاه هم با هم گفتگو نمی کنن، ولو اونا به عنوان استاد دانشگاه روشنفکر نیستن. رجال روحانی و عالمان دین هم با هم گفتگو نمی کنن. مشکل عمده این است که هر کدام از آکادمیسیان ها، هر کدام از روحانیون و عالمان دینی و متاسفانه هر کدام از روشنفکران فقط با جرگه طرفداران و هواخواهان خودشون گفتگو میکنند، و این جرگه به دو جهت ویرانگر است که بخواد همه گفتگوهای روشنفکر و آکادمیسیان و عالم دینی رو منحصر به خودش بکنه. به دو جهت. جهت اول اینه که به هر حال هواداران تو عنوان یک آکادمیسیان، عنوان یک عالم دینی، عنوان یک روشنفکر، هواداران تو هواداران تو هست، و بنابراین نسبت به تو یک حالت احساسی عاطفی مثبت دارن، تو رو دوست دارن، و چه بسا در مواردی حتی شیفته تو باشن. خب معلومه که حب و کشه یومی و یوسف، وقتی که موجودی رو دوست بداری نسبت به عیب و نقصهای او اصلا کور و کر میشه و نمیتوانی نقد بکنی. بنابراین اگر من به عنوان یک فرد، چه روشنفکر باشم، چه آکادمیسیان باشم، چه روحانی و عالم دین باشم، اگر فقط با هواداران و طرفداران خودم گفتگو بکنم، اونا اصلا عیب و نقص آراء من رو، نظرات من رو نمی بینن تا بخواهن نقد بکنن. این نکته اول. اما نکته دوم این که حتی اگر عیب و نقصی هم در گفتار من و در نوشتار من ببینن، علل قاعده سطح علمیشون از من پایین تره. یعنی علمشون، قدرت تفکرشون، عمق فهمشون،
تجربه شون علل قاعده هستن موارد استثنایی، ولی علل قاعده طرفداران تو، هواخواهان تو، شایگان و شیفتگان تو علم تو رو ندارن، قدرت تفکر تو رو ندارن، قوت فهم تو رو ندارن و تجربه تو رو ندارن. بنابراین حتی اگر هم قصد نقد تو رو داشته باشن، در این قصد موفق نیستن، شکست میخورن از تو. تو وقتی با همجنان خودت، با همسران خودت، با هم ترازها و هم ترازوهای خودت مقابله بکنی، اون وقت معلوم میشه ولی چند مرد حلاجی نقاط قوتت چی هست، نقاط ضعفت چی هست. این باعث شده که نه تو حوزه های علمیه قدر واقعی عالمان دینی معلوم میشه، چون هیچ وقت خود عالمان دین با یک دیگر وارد گفتگو نشدن، همشون با حلقه و محفل دوستان و علاقمندان خودشون علاقه گفتگو کردن و نه در دانشگاه و نه در حوزه روشنفکری. این واقعا مشکل خیلی بزرگی، برخلاف چیزی که ما امروزه در غرب می‌بینیم. شما امروز وقتی که در یک دانشگاه غربی یک استاد دانشگاه یک سخنرانی یا لکچری رو اعلام می‌کنه، اکثر کسانی که در جلسه سخنرانی و لکچر اون شروع می‌کنن همکاران دانشگاهیشن، نه شاگردانش، و کسانی که هم تراز او هستند و همسری میتونن با او بکنن و طبعا میتونن به جد نقد بکنن اون را. اون وقت در این نقد طرفینی که صورت میگیره و در این دفاع طرفینی که صورت میگیره، واقعا معلوم میشه که هر کسی وزن نسبیش در میان هم قطاران خودش چقدره، چقدر وزینه و چقدر از وزن برخوردار نیست. این نکته اول. در مورد روشن فکری این نکته به صورت بضاعتی هم بد شده و به صورت نامطلوبی پیش رفته، و او این که بویی در خلاف آکادمیسیان ها و عالمان دین، روشن فکران جنبه پیانبرانه هم به خود گرفتن در جوامع جهان سوم. و پیانبر کسی است که پاسخگو به کسی نیست، فقط پیام خودش رو دیکلر میکنه، اعلام فقط میکنه. استاد دانشگاه از آن دو استاد دانشگاه پیامبر نیست، بنابراین کاملا میشود با او سخن گفت که چه دلیلی گفتی، با استناد به چه کتابی، چه مأخذی نقل کنی. روحانی و عالم دین هم همینطوره، اما روشنفکران در جوامع جهان سوم یک نقش پیانبرانه دارن. پیانبران هیچ وقت با کسی وارد گفتگو نمیشن، حالا به حق یا به ناحق، خوش ما بیاد به خوشمون نیاد. چه پیامبران راستین، چه پیامبران دروغین مثل مارکس و عرض میکنن فروید و اینا، اینا هم همینجور بودن. اینا دارن از آنچه که گویی به خودشون القا شده فقط با خبر میکنن، هیچ وقت با ما وارد گفتگو نمیشن. شما نسبت به پیامبر یا باید ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، همین. اما این که با شما میخوام گفتگو بکنم، نه در پیامبران راستین نه در پیامبران دروغین، اگه بشه باید فاصلی بین پیامبران راستین و دروغین حتی رسم کرد، هیچ کدامشون بحث و جدل با کسی نمی کنن. میگن ما این سخن رو اعلام میکنیم به تو، تو یا میپذیری یا نمیپذیری، یا ایمان میاری یا کافر میشدی به سخن ما. روشن فکران متاسفانه در کشور ما این جنبه پیامبرانه را هم چه در عالمان دین و در اکادمیسیان ها نیست، این رو خدمت رو عرض کنم که پیدا کردن، و این باعث شده که گفتگو خیلی در میانشون کم صورت میگیره یا بد صورت میگیره، به جهت این که تو با سخن من رو یا بپذیری یا نپذیری، با من بحث نمیتونی بکنی. هیچ وقت یه پیامبری نخواستن که آقا به استناد چه کتابی، چه مأخذی چون این حرف رو میزنی، اون اعلام میکنه من اینم. این یک نکته است. نکته دومی که وجود داره اینه که روشن فکری در کشور ما در 100 سال اخیر با شدت و حدتی بیش از روشن فکری در بعضی از کشورهای دیگه جنبه سیاسی پیدا کرده. بنابراین روشن فکر در اینی که روشن فکری روی یک فعال سیاسی هم هست، در فعالیت سیاسی حق و باطل کمتر مهمه،
موفقیت و شکست اهمیت داره. یعنی وقتی که بعد یک فعال سیاسی هم بسید، کسی هم که وارد عرصه شطرنج شده، وقتی دو تا بازیگر با هم تو عرصه شطرنج بازی میکنن، حق و باطل معنا نداره، صدق و کذب معنا نداره. این که کی رو شکست میده، کی رو شکست میده، کی رو چند بار کیش میکنه و چند بار کیش رو جواب میده، کی رو تونست بالاخره کیش مار بکنه. این بحث اگر روشن فکری جنبه فعالی سیاسی بودنش غلبه پیدا کرد که در کشور ما متاسفانه اینطوره، وقت در اونجا این که من روشن فکر چقدر سخنم بر حق است یا بر باطل، چقدر صادقه یا کاذبه، کمتر محل توجه قرار میگیره، تا اینکه من بتونم در میدان فعالیت سیاسی از سایر روشن فکران سبقت بگیرم. این به نظر من یک زاویه نیست. در کشورهای جهان سوم عموما اینطوره، ولی در کشور ما به صورت افراطی اینطوره که روشن فکر فعال سیاسیه. انگار دو تا مفهوم هنه، ولی حتما مصداقاشون یکیه. اون که فعال سیاسیه حتما روشن فکر گویی، و اون که روشن فکره حتما فعال سیاسیه. ما روشن فکری بدون فعالیت سیاسی هنوز در ذهن و ضمیر و ذهنیت قومی و ملی جا نیفتاده که یادمی روشن فکر باشه ولی فعال سیاسی نباشه. خب وقتی اینطور باشه، اون وقت شکست و پیروزی ترخ میشه، و خب حتما معلومه که شکست و پیروزی وقتی مطرح بشه دیگه مسئله نیروگیریه و سربازگیریه و از این حرفا، هیچ بحثی بیشتر از این نیست که من چقدر عده و عده در برابر دشمنان و رقبای خودم میتونم فراهم بکنم. خب وقتی عده و عده بحث بشه، اینجا دیگه کاریزمای روشن فکر حرف میزنه. حرف اول و آخر رو بیشتر کاریزمای روشن فکر میزنه. حاج میکنی؟ این که چقدر نفوذ کلام میتونه در دیگران داشته باشه. اما در استادی دانشگاه کاریزما اصلا مهم نیست. اونجا باید این چقدر سخنانش مستنده، چقدر نامستنده، چقدر سخنان استاد موجهه، چقدر ناموجهه، چقدر میتونه سخنان خودشو داکیومنته بکنه، مستند بکنه به اسناد و منابع، و چقدر نمیتونه بکنه. روشن فکری ما جنبه کاریزماتیکش به خاطر این که قرین شده با فعالیت سیاسی، این باعث میشه که ما نمیتونیم گفتگو بکنیم. این هم یک نکته دومی که میخواستم عرض بکنم، و همه این سخنان ممکنه نادرست بشه، ولی شکی ندارم. و اون نکته سومی که وجود داره اینه که در و این نکته البته در باب روشنفکران دینی و مذهبی بیشتر مصداق پیدا میکنه، اگرچه در باب روشنفکران غیر دینی و مذهبی هم مصداق داره، ولی به نظرم خیلی کمتر. و اون اینکه روشنفکران دینی و مذهبی با افکار عمومی هم مواجهه هایی دارن که این باعث میشه که حتی اگر از قدرت سیاسی هم نترسن و هر چه سخن در ذهن و ضمیرشون هست بتونن بر زبان و قلمشون جاری کنن، ولی از افکار عمومی میترسن. اینه که همیشه روشن فکر دینی نیم جدیده حرف میزن، و سخن نیم جدیده اصلا باب گفتگو رو باز نمی کنه. حرفی کنید من اگر روشن فکر دینی باشم، در واقع فقط در برابر مثلا قدرت سیاسی جمهوری اسلامی به مصاف نمیرم، من در برابر افکار عمومی جامعه خودم به مصاف میرم، به دلیل اینکه جامعه من دیدگاه‌های دینی و مذهبی داره. بنابراین اینجور نیست که من فقط بترسم از این که به جرم و جریمه و زندان و شکنجه و سیخ و میخ و داغ و درفش دوچار نشم. من از اینم میترسم که با پدر خودم نتونم زیر یک سقف بنشینم، با همسر خودم نتونم زیر یک سقف بنشینم، چون پدر و همسر من دیدگاه های دینی و مذهبی دارن و من اومدم این دیدگاه های دینی و مذهبی رو نقادی بکنم. اینه که هیچ روشن فکر دینی به نظر من تا الان نتونسته حرفی دلشو بزنه. هیچ روشن فکر دینی نسل سرسده بده شده. معمولا روشن فکران دین یا حرفاشون یک جایی در واقع معمول میشه تا بعد از وفاتشون که کسی دین امتباشون کاری بکنه برملا بشه، و یا باید بگریزن به یه منطقه ای که دیگه ببینن از شر افکار عمومی میتونن بگریزن. خب اگر من نتونم
همه آنچه که در ذهن و ضمیرم هست رو به زبان بیارم، من وارد گفتگو نمیتونم بشم. میدونی چرا؟ به دلیل اینکه من اگر هم صادق باشم و اگر هم جدی باشم، یک روشن فکر صادق و جدی برای آنچه در ضمیرش میگذره دلیل داره، نه برای اون نیمه کارهایی که بر زبانش جاری میشه. اونا رو مدلل کرده در درونش که اگر روزی روزگاری کسی از من این دلیل این مدعا رو خواست میتونم بگم، اما دلیل مدعای نیم جویدم رو نمیتونم بگم. نگاه میکنید، این نکته معناش اینه که یک شرط مهم گفتگو چون در کشور ما وجود نداشته هیچ وقت، و اون آزادیه، و این آزادی رو فقط رژیم‌های سیاسی محدود نمی‌کردن، بلکه اتفاقا در باب روشنفکران دینی بیشتر افکار عمومی روشن این روشنفکران رو محروم می‌کرد از آزادی، اینه که روشنفکر نمی‌تونه آنچه که در ذهن ضمیرش هست بگه، و چون نمی‌تونه با کسی گفتگو بکنه. من با تمام وجودم باید در گفتگو حاضر بشم، و اگه کسی به من اجازه نده من با تمام وجودم در گفتگو حاضر بشم، سخن من قوت خودشو نمیتونه نشون بده، و از این نظر معمولا من احتراز میکنم، من روشن فکر دینی احتراز میکنم وارد گفتگو بشم، به دلیل اینکه میگم شرط لازم گفتگو رو من ندارم. اگه شرط لازم گفتگو فراهم میشد میتونستم گفتگو بکنم. من این ستون اکتر راجع به 100 سال اخیر فرایند روشن فکری در کشورمون از لحاظ مسئله گفتگوی بین خود روشن فکران این سه نکته برام شاخصه و دائما به ذهنم خطور میکنه. باید برای هر سه تا اینها در واقع به نظر من چاره سازی کرد. خیلی متشکرم. اول بودم صحبت کردم، این خوبی که داره این هست که شما حرف خودتونه میزنین، در نفر دوم و سوم همش بحث معطوف میشه به صحبتی که شما ارائه دادین. یکم بحثم به هم خود، یعنی بحثم عوض میکنم، مثلا یه چیز دیگه معطوف به بحثی که شما مطرح کردین. اینم مشکل داشتیم، راستش من گاه فکر میکنم، یا الان هم داشتم این فکر میکردم، این روزها هم دارم به این فکر میکنم که اصلا بیام از پایان گفتگو دفاع کنیم. یعنی این که آقای دکتر گفتن که ایرانی که مدافع پرچمدار گفتگوی تمدن ها بوده، چرا ما اینه به عنوان یه سنت در جامعه خودم به وجود رایج نکنم؟ و آقای دکتر خانگی هم اشاره کردن که چقدر این تجربه گفتگو خوبه، مهمتر از حرف هایی که میزنیم، همین که با هم آشنا میشیم، به هفته هم گوش میدیم. شاید همیشه تجربه خوبی نباشه آقای دکتر. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه زمانی که ما با هم این، من کاملا با بحث آقای ملکیان موافق هستم، یکی از محورهای بحث منم این بود، چند سال پیشم با همچی عنوانی به بحث ارائه کردم که گفت و شنود صورت غالب گفتگو در ایران است. من میگویم شما میشنوید، و اغلب هم چنین سنتی در میان نخبگان فکری ما، نخبگانی که به نظرم هم روشنفکران هستن هم علمای دین، البته جسارت نباشه، علما نخبگان فکری جامعه، هم روشنفکران هم روحانیون، و از دارند سخنرانی میکنن، دیالوگشون میشه دیسکور، دیگران میشنوند، نه لزوما گوش بدن ولی میشنوند، و در این شرایط نابرابر که من در موقعیت سخنران هستم و دیگران در موقعیت شنونده، اصلا گفتگویی در نمیگیره. ما در یک جامعه سلسله مراتبی هستیم، یک جامعه که ریجمون یک انسانشناسی در مورد هند کار میکنه و میگه در یک جامعه کاستی طبقاتی، یک جامعه که برابری افراد به رسمیت شناخته نمیشه، در چه یک عده همیشه در یک موقعیت بالاتر هستن، مدافع و نمایندگان فرهنگ مشروع هستن، و دیگران طبیعتا دارن به اینا گوش میدن، و بنابراین اصلا گفتگویی در نمیگیره، چون همونطور که آقای ملکیان گفتن ما در موقعیت برابر نیستیم که گفتگو کنیم، یکی میگوید دیگران میشنوند. البته که اگر که پرسشی دارن میتوانند برای تسریع بحث من سوال کنند،
پاسخ و پاسخ هم متداوله، سوال میکنن من تفسیر میکنم، اما این به این معنای گفتگو نیست. چرا؟ چون دیگری رو ما به رسمیت نمیشناسیم. اما تجربه در نتیجه این یکی از آسیب های گفتگو در جامعه ماست. ولی من تجربه، چون آقای دکتر تجربهشون رو گفتن، من 20 دقیقه هر کدام وقت بگم، من تجربه خودم بگم، گاه احساس کردم که گفتگو با دیگر روشنفکران، با دیگر نخبگان اجتماعی، من این دیالکتیک نخبه و مردم برام اهمیت پیدا کرده. این تجربه خوبی برای من نبوده همیشه. به چه دلیل؟ به دلیل که اغلب چنان درگیر این بحث هایی که دیگران مطرح میکنن، دوستان مطرح میکنن، روشنفکران مطرح میکنن میشوم، که خود همین گفتگو از یک مقوله رولاسیونل ارتباطی تبدیل میشه به یک مقوله قائم به ذاتی که نفس گفتگو ارزشمند است. در نتیجه ما میشینیم و وارد گفتگو میشیم در مورد مباحث مهم. یکی بحث در مورد بحث میکنه، طبیعتا ما هم ذهنمون فعاله و کار، وارد گفتگو میشیم در مورد بحث. یکی بحث مطرح میکنه در مورد گرایشات جدید علوم اجتماعی، ما بحث میکنیم در مورد گرایشات علوم اجتماعی. یکی بحث میکنه نقد دیسکور یک روشنفکر و یک نخبه دیگه، یک نویسنده، با ما وارد بحث میشیم. و من همیشه فکر میکنم که در این ماجرای، در این دنیای نخبگان اجتماعی که درگیر هم میشن و وارد گفتگو گاه با هم میشن، که البته همیشه رایج نیست، صورت اصلی گفتگوی روشنفکران و نخبگان با هم که شامل علما هم میشه، گفتگویی است که توی ادبیات علوم اجتماعی اغلب میگن گفتگوی کرها، یعنی همونطور که گفتن با هم وارد گفتگو نمیشن، به هر حال هم گوش نمی سپارن ولی به هم جواب میدن با صدای بلندتر برای اینکه حرف خودشون رو به کسی بنشونن. کم کم گفتگوی میان نخبگان اجتماعی چنان گرم میشه، داغ میشه و مدام شما از شما میخواهند در مورد این بحث فلان روشنفکر، این بحث نظریه پرداز، این بحث عالم انسانی موضع بگیرید و بحث کنید. روزنامه ها و مطبوعات ما پر میشود از اظهار نظرات، نقد و نظرها، که این وسط یک اتفاقی میفته و اون این هستش که خود گفتگو مفهوم ارتباطی خودش از دست میدهد و جامعه نخبگان اجتماعی میشود یک جامعه مستقل، با هم یک جامعه میسازند که تعدادش مشخص هست، هم دیگر وارد گفتگو با هم میشوند، به بحث هم جواب میدهند. این وسط چه چیزی از دست میدهد؟ جامعه، متن جامعه. و من فکر کردم الان داشتم مواردی که آقای ملکان اشاره کردن رو یادداشت میکردم و گفتم به این موارد میتوان پاسخ داد یا نظر داد، و گفتم چرا ما از این 10 دقیقه که دارم، من فرصت منه برای این که بلندگو در اختیار منه، چرا استفاده کنم باز نقد این که روشنفکر چیست و آیا امر سیاسی باید باشد یا نه و نظرم نسبت به این مداخله روشنفکر در جامعه چیست. نه واقعا این نمیخوام بشه. بنابراین فکر میکنم اینجا دیگه اصلا بهتر پایان گفتگو انجام بشه. پایان گفتگو برای چی؟ برای اینکه با هم صحبت نکنیم بلکه با جامعه صحبت کنیم. جامعه بی‌دفاع ما، جامعه‌ای که روشنفکران چنان درگیر مباحث خودشون با هم هستن، درگیر نظریاتشون، دیدگاهاشون، مباحثشون، که جامعه رها شده. افکار اجتماعی، افکار این جامعه رو چه کسی می‌سازه؟ جامعه دست کیست؟ در حالی که ما دانشگاه‌ها رو، مراکز خصوصی آموزش رو، این محافل رو پر کردیم از جلسات خودمون و وارد بحث میشیم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، گفتگو کم نداریم، با هم به هم گوش نمیدیم، کاملا موافقم. ولی ما همایش و جلسه و بحث و گفتگو پره، همچنان که گفتم، با مریدان، با شاگردان، با دوستان، ولی داریم همش حرف میزنیم. افکار اجتماعی رو کی میسازه؟ از جامعه چه کسی دفاع میکنه؟ تعریف روشنفکر مگر این نبود که کسی که حقیقت اجتماعی رو به قدرت سیاسی میگوید در یکی از تعاریفش، روشنفکر یا نخبه اجتماعی، الیت، مثلا الیت از نظر لغوی یعنی برگزیده،
کسی که برگزیده شده که حرف مردم رو به جامعه بده. اما ما الان در چه با چه موقعیتی رو گذاشتیم؟ با روشنفکرانه کمی که جامعه رو لال میدونه، مردم لال میدونه، مردمی که نمیتوانن حرف بزنن. بنابراین مردم رو رها کردن و به بحث خودشون میپردازن، چون روشنفکران خوب حرف میزنن، سوادشو دارن، خوب مینویسن و در نتیجه با هم در یک رقابت خاموش و آرامی هستند. برای چی؟ برای اینکه همچنان که گفتم پوبلیک بیشتری داشت جمع کنن، دوستان بیشتری، طرفداران بیشتری. اما از جامعه چه کسی میخواد دفاع کنه؟ پس نقش اجتماعی جامعه چیه؟ جامعه رو ما سپردیم به دست مداحان، سپردیم زنانش به دست جلسات زنان، خانمهای جلسه‌ای. جامعه رو سپردیم به دست یک عده که دارن افکار شادی برای مردم ایجاد میکنن، باور برای مردم ایجاد میکنن، دارن جریان برای مردم ایجاد میکنن در اشکال مختلف. ما اصلا دغدغه ما مردم نیست. دغدغه ما چیست؟ که دیروز فلان روشنفکر و نظریه پرداز چه گفت، امروز موضع شما نسبت به چیست؟ و ما مدام داریم به هم میپردازیم، اتفاقا کم نمیپردازیم به هم، به هم گوش نمیدیم، چون سنت گوش دادن نداریم. نه به خاطر خلقیات ما ایرانیان، خلق و خویی هم نیست، به خاطر اینکه ما یه پیشینه‌ای داریم دیگه. یک جامعه‌ای که مدام هزینه گفتگو رو پرداخته، هر بار گذافتر، یک منطقش، راه حلش اینه که گفتگو نکنه. ما تو علوم اجتماعی، چون گفتن جامعه شناس، من این اشاره رو بکنم، در جامعه شناسی یک از بحث‌های جدیش مسئله مردم و این که مردم را من باید حرفش بهش مصاحبه باش بگیرم و تفسیرش کنم، من مترجم مردم بشم به عنوان جامعه شناس، یا این که مردم را بهشون گوش بدم و حرفشون ضبط کنم و حرفشون منتقل کنم. این بحث بین جامعه شناسان اختلاف. یک عده میگن جامعه حرف نمیزنه. یک نظر همین امسال من اتفاقا به عنوان سوال امتحان دادم، جامعه شناسی که به فرهنگ مشروع اعتقاد دارد فکر میکند که مردم لاله، اما او نمیداند که خودش کرده و در واقع داره از حساب میکنه روی خاموشی مردم. نظرتون در این مورد بگید. یک عده از جامعه شناسان فکر میکنند، یک عده از نخبگان ما فکر میکنند اینها مترجم مردم، اینها نماینده مردم، مردم بلد نیستن حرف بزنه، ما به جاش حرف بزنیم. یک عده از جامعه شناسان هم آمدن کار کردن که چگونه سلطه در همه اشکالش، نتیجه سلطه چی شده؟ نتیجه سلطه این شده که جامعه چنان سرکوب شده که مردم حرف نمیزنن. چرا؟ چون اعتماد به نفس ندارن، چون با لکنت حرف میزنن، چون بلد نیستن خیلی خوب حرف بزنن، چون اولین جمله‌ای که مردم میگن ما که بلد نیستیم، شما بهتر میدونید، ولی این مسئله هست. در نتیجه گفتگوی مردم چیه؟ گفتگوی مردم یا میشه خاموشی و سکوت، فقط میشن مستمع شنونده، یا گفتگوی مردم میشه بغض و عقده و فروخوردگی که یک کم باش برداری و بحث کنی بلافاصله میترکه با عشق و گریه. این یک از زبان، یک از اشکال گفتگوی مردمه. یا گفتگوی مردم میشه غیبت در قیام دیگری. همه اینها نشون دهنده چه آسیبی است؟ نشون دهنده آسیب اختلال رابطه ما به دیگری. ما با نسبت برقرار کردن با دیگری و دیگرانمون دچار آسیبه، به خاطر اینکه یک فرهنگ کاستی و طبقاتی داریم. توی از در فیزیکی، من تو سر کلاس ها میگه از در فیزیکی میبینید یه دو طبقه بالاتر استاد، بعد اون بالا باز یه من جا استادی هست، بعد میره بالا و همیشه در این موقعیت برتره و طبیعتا دیگران در موقعیت این که باید گوش کنن. دیگری ما یک دیگری مستمع، کسی که به من گوش میده، دیگری شنونده، یا دیگری غایب در فرهنگ مردم که من غیبت میکنم پشت سرش. چرا پشت سرش غیبت میکنم؟ یا این ایران شناسان بعضی میگن دروغ میگوین مردم ایران. چرا مردم ایران دروغ میگوین؟ چرا غیبت میکنن مردم؟ برای اینکه میترسن در حضور دیگری حرف بزنن، به دلیل اینکه هزینه شو دادن باها، به دلیل اینکه نمیتوانن با صدای بلند حرف بزنن. سلطه چنان مسلطه که مردم لکنت میفتن، در نتیجه مردم
تا زمانی که شما ایمن نسازید، ایمن سازی نکنید، مردم به حرف نمیفتن. دیگه اینجا گفتگو یک تصمیم سیاستمدار نیست که از این پس ما از فردا گفتگو میکنیم. نه، تجربه های همه تلخ به من میگویند که گول این شرایط نخور. امروز به تو میگن گفتگو، اما در واقع تو داری دست خودت رو میکنی. فردا دو مرتبه همان آش و همان کاس، همان آش و همان کاس. یعنی ماجرا اینه که ترس چنان در مردم گاه، حالا من فقط به عامل استبدادیش اشاره میکنم، به عامل سلطه سمبولیک یا سیاسی، سیاسی هم نیست، ترس صرفاً از قدرت سیاسی نیست، ترس از یک جامعه طبقاتی است، ترس از پدر، ترس از مادر، ترس از سلطه‌ای که سرکوبی که در جزء فرهنگ اجتماعی ما شد. در نتیجه من هم نمیخوام مفصل بحث کنم. یه زمانی فکر میکردم یک از گفتگوهایی که قدیمی ترین گفتگوهایی که من میشناسم گفتگوهای تنهایی است، گفتگوهای تنهایی شاید تیتر کتابش از گفتگوهای تنهایی شاید. همیشه این کتاب رو میخوندیم هیچ را به تیترش فکر نمیکرد. یک زمان فکر کردم بیام ترجمهش کنم و بعد دیدم گفتگوها میشه دیالوگ، و دیالوگ در دو لغت شناسی کلمه که من و دیگری باشه، گفتگوی دو جانبه که بر اساس همون تریلوگ و کترولوگ و سه جانبه و چهار جانبه می سازن، یا در یک اتیمولوژی دیگه که گفتگو میانه یه بده، باز این ترم قدیم است. یعنی چی گفتگوهای تنهایی؟ من در تنهایی با چه کسی گفتگو میکنم؟ این دیگری که من باهاش گفتگو میکنم کیست؟ و چرا یک فعال اجتماعی، یک روشنفکر، یک کسی که در زمان خودش درگیر جامعه است، یک کسی که می نویسه یک نسل اسیر وطنم، من تمام عمرم به تو فکر کردم، این چرا درگیر ناگزیر میشه دیگری که در درون خودش رو سجو کنه و با اون وارد گفتگو بشه؟ وارد گفتگو بشه که پوبلیک نمیشه، با اون من دیگرش، به قول غمبو من دیگریست، با اون من دیگریش وارد گفتگو میشه. به چه دلیل؟ این خیلی بحث مهم میشه. به این دلیل که زیر ساختش، شرایط اجتماعیش، تاریخ و پیشینه ما، این فرهنگ استبدادی قدیمی تاریخی و این جامعه نابرابر سلسله مراتبی، فرهنگ گفتگوه در میان ما به وجود نیاورده و اعتماد اجتماعی هم وجود نداره. و تا زمانی که من به شما اعتماد نمی کنم، آقای ملکیان گفتن که روشنفکران دینی غیر دینی جویده جویده حرف می زنن. چرا جویده حرف می زنن؟ اینو باید تحلیل بکنید. به چه دلیل جویده حرف می زنن؟ معمولا در علوم اجتماعی می گوین مردم بلد نیستن حرف بزنن، با لکنت حرف می زنن. این لکنت به خاطر دو چیز: احساس بی‌صلاحیتی نهادینه شده که من هیچی نیستم، من بلد نیستم، من نمیدونم، ناشی از تعلیم و تربیت. دوم این لکنت از ترس بقای هزینه دادن، و ما هر دوش خوب تشخیص میدیم. در نتیجه من اگر بخوام بحثم جمع‌بندی کنم، بحثم اینه که شاید ما بتوانیم از این دفاع کنیم که بیاییم از پایان گفتگو میان روشنفکران با هم صحبت کنیم و دفاع کنیم، و آغاز گفتگوی روشنفکران با جامعه، با مردم، گوش دادن، نه صرفا در پشت تریبون، گوش دادن به درد و رنج اجتماعی، گوش دادن به این جامعه رها شده، و پایان دادن به روشنفکرانی که مدام مشغول مباحث خودشون هست. من یک نمونه رو روی اجتماعی میارم چون گفتم جامعه شناسی، و اون نمونه من پیر بوردیوست. تمام عمرش کار علمی و دانشگاهی کرد، آخرین اثری که در میاره اسمش از رنج جامعه، و در آخرین اثر کارش اینه که تریبون رو میبره تو متن جامعه، با مردم ضعیف، اخشار ضعیف اجتماعی صحبت میکنه، برای اینکه اینها بهش بگن که مشکلات اجتماعیشون چیست. جامعه‌ای که مسئله فقر داره، گرسنگی داره، اعتیاد داره، آسیب‌های اجتماعی داره، روشنفکران هدایتش نمی کنن. مرجع این جامعه، این متن، روشنفکران نیست. افکار این جامعه را الان دارن یک گروه های دیگه‌ای که ما به عنوان کسانی که به حال حرکتشون روشنایی بخش و آگاهی بخش نیست، اینها به دست گرفتن. اونجا جای خالی ماست. جای خالی ما در کنار همدیگه فقط نیست، جای خالی ما اونجاست.
در نتیجه من در علوم اجتماعی به اشاره کردم به فیق بهودیو که آخرین کتابش رنج جهان است. یک نمونه دیگه هم در تاریخ خودم میارم و یک از روشنفکران تاریخ معاصر ما خدا ثابت که تمام مدتش فعالیت اجتماعی کرد، فعالیت کلاس های عقیدتی گذاشت، بحث در مورد زن، در مورد مسائل اجتماعی، تاریخ ایران، فعالیت سیاسی کرد، ولی بعد به این نتیجه رسید، به همین نتیجه که من امروز الان گفتم رسید، که باید رفت و همین نقشه در رابطه با مردم ایفا کرد، استعفا داد از همه موقعیتی که داشت و رفت به سیستان بلوچستان، کار اجتماعی را آغاز کرد و در روز مراسمش اتوبوسی آمد، دیدید شما دیدین مردم پیاده شدن، بچه های بلوچستانی سیستانی اونجا آمدن و در مراسم شرکت کرد. به نظر من امروز آن چیزی که آقای دکتر گفتن نخبگان اجتماعی با هم گوش میدن، نقد میکنن، بسیار عالی است، این کار دراز مدت ما، ولی جای خالی نخبگان در میان جامعه است. اگر امر دینی رو ما بحث میکنیم، اگر امر سیاسی رو میگیم در ما مسلطه، باید کسانی هم باشن که از امر اجتماعی و جامعه بیدفاع ما، مردمی که رها شدن، دفاع ببخشن. خیلی متشکرم آقای عیاضی. کدامشون از مسئله علمی و تخصصی خودشون بیشتر از مشکلات گفتگو صحبت کردن. منم البته میخوام با توجه به رشته تخصصی خودم که حوزه قرآن هست گریز بزنم به این مسئله و دوتا مسئله و دوتا مشکل رو در حوضه این گفتگو حفظ کنم. شخصیت دوره معاصر که ما داریم و اهل تفسیر هست و به نظر من تفسیرش داره و معمولا هم جا به جا در تفسیرش حرفای علامه طباطبایی رو نقد میکنه، علامه سید محمد حسین فضل الله تفسیر علم وحی قرآن رو داره، ایشون یک کتابی داره به نام الحوارات قرآن، گفتگوها در قرآن. خب یک مجموعه ای از آیاتی رو ایشون آورده که نمونه هایی از گفتگوهایی است که اتفاق افتاده و قرآن اونها رو گزارش داده، مثلا گفتگوی خدا با ملائکه گرفتن آیه 30 سوره بقره به فادر بکر ملائکه دنی جای رو فرد خریفه خوب هست رو میدونید که اینجا طبق نظر مشهور اینه که بالاخره ملائکه اعتراف کردن به خدا با متعال و گفتن نتجر و فیما من یفصد و فیها و یفصد کد ما بخیر اونها اعتراف کردن که چرا شما میخوایید با وجودی که ما هستیم و همه ویژگی های که باید رو داشته باشیم اما چرا یک دیگر رو میخوای خلیفه خودت قرار بدهید در روی زمین؟ و خدا هم در اونجا نگفت که نه درست نیست،
نبود که وقتی که اونا گفتن تجربه که ها من یفصد و که ها و یفصد و که ما خدا نگفت که نه انسان خود چیز نمی کند ساز نمی کند خود اینی اعلم ما را تعلم و یه چیزایی دونم که شما نمیدونیم ولی آیا بعد وقتی که توضیح داد اونها تسلیم شدن و کرنش کردن فسد در بناهای که کلده هم از ما پذیرفتن که منطق این منطق گفتگوهایی به قرآن نشون میدهد که این گفتگوها بین پیامبران و برخی از ملائکه است و هدفش از این ذکر گفتگوها بحثها و نظراتی رو که خودشون هست مطرح میکنه مثل گفتگوی حضرت ابراهیم با ملائکه که اینها محمود شدن برن قوم لوط را عذاب کنن با اونهای ابراهیم کلجا میده با این ملائکه که یک کار بکنه که منصرف بشن از این وارد شدن احرام خیلی این داستانش مفصل و چند جا هم مطرح شده است گفتگوهایی که خب قرآن نهی میکنه بین پیامبر و مخالفین هست این هم خیلی زیاده با تعبیرهای مختلفی هست حتی اقل سه جا چهار جا از اون مواردش مواردی هست که قرآن وقتی که استدلال میکنه پیرفت پیامبر رو نقل میکنه میگه خب قرآنتون قرآن نکن این کنتون سادنه حالا اگر شما حرفی دارید شما دارید من که گفتم حالا شما اگر دارید بگید گفتگاه بین موافقین با موافقین میکنه یا حتی قرآن برخی از تعبیرها و چیزهایی رو از قول مخالفین نهان میکنه که من گاهی میگم که یه وقتی قرآن اگر امروز به این شکل خلافتش نداشت به دست وزارت ارشاد مهندسی باید این کتاب رو جبه که کتب ممنوعه می آورده چون مثلا تعبیر میکنه که یه پیامبر ساحره پیامبر مشمونه مفتری هست و جواب هم نمیده قرآن که بگه مثلا پاسخ رو باید بده ولی حرفای مخالفه رو بخش عظیمی رو نقل میکنه و این نقل ها و تعبیر ها من فکر میکنم که باید معنا داشته باشه که خواسته حرفای اونها رو نقل کنن بدون اینکه واکنشی نسبت به این حرف ها نشون یا تعبیراتی رو که در قرآن آمده و مثلا یکی زمان تحجیبه میگه که مثلا چرا مثلا این کلمه استفاده شده هست میگه که مثلا خطاب میکنه به پیغمبر میگه و ما هم تعبیرم به جبار پیغمبر تو جبار نیستی چرا؟ ولست علیهم به مسیطر تو چی نگرد نیستی چرا این تحبیلات رو نقل میکنه تو حوزه دین و یا مثلا نقل میکنه به همه حضرت یحیی نقل میکنه همه حضرت عیسی که وقتی حضرت عیسی در گهواره صحبت کرد گفت که این عبدالله آتایی از کتاب گفت و گفت میکنه منم یجعلنی جبارم شقیه ها این لطفه کرده که من رو جبار شهید نجافرده این پیامبران هست خب این گفتگوها رو وقتی که ما میبینیم و حجم این را نگاه میکنیم من در خودم این مسئله به لحاظ اعتمادی وجود میاد که مشکل ما کجاست دوران کنم شدیدی فرمودن که ما نمیشنم بس میگم قرآن هم میگه فبشر افراده در اینه یستم اونم قوم باید بشنم این که چون نمیشنمیم بعد نمیتونیم درست بفهمیم و انتخاب بکنیم من اگر بخواهم مثلا پیشنهادی بدم به لحاظ فرهنگی به تاریخی
که یک مبنایی شاید با برداشت و فهم من از قرآن داشته باشه. من فکر می‌کنم که مشکل ما به لحاظ اجتماعی دو چیزه، یکی استبداد، هم استبداد دینی و هم استبداد سیاسی که رسوخ کرده تو فرهنگ ما و مشکل آفرین شده و این فضای دروغ گفتن و نگفتن و محدود کردن رو برای ما برگوه شده و به لحاظ تاریخی هر دوری که این استبداد حتی اول از نظر دینی نبوده، فضای گفتگو و عقلانیت توسعه شاید قرن چهارم پنجم که میگن روحی طلایی علم کلام هست، اینجوریست که شما نگاه کنید میبینید که مثلا شیخ مفید مثلا عالم مسیحی که فوت میکنه برش چه در رسایش چه قصیده ای میکنه. امروز اگه دیگه فیران امروز یک مرجعی مثلا بخواد در باره یک آدم مسیحی که فوت کرده رفته در نشید جنازش در خسته او یک قصیده کنده کنپذیر هست شیخ مفید، یا ابوالعلا معظم مثلا اون جمله ای رو که راجع ابوالعلا می دونیم که کیفیه دهنیه به تمام معناست، اما بالاخره اون کلمات بزرگ رو در حق شیخ مفید میگه و این کلیسیه هایی که بوده که مثلا سید مرتضی در درساد دفتر اونبکر باقرانی میرفته شرکت میکرده، میشه از که اونجا حرفای حکومت شاگردی میکرده، یعنی سید مرتضی شخصیت بزرگی بوده ولی در این حال احساس میکرده که باید به دست اونبکر باقرانی بشینه و اونبکر باقرانی میامده، یا کرسی هایی که تو بغداد وجود داشته یهودی، مسیحی، مسلمان، شیعه، سنی تو اون دوران این مشخصه که اصلا رونق تشیع هم اگر وجود داشته اون دوره بوده که این گفتگوها هم وجود داشته و شکل گرفته. من فکر میکنم که مشکل ما اولین کاری که اگر بخواهیم از این مرحله سخت و شکننده عبور کنیم اولا باید حتی اول باید دریف بکنیم برای این فضای بکنیم که ما نمیتونیم مخالف خودمون رو به رسمیت بشناسیم. خب یه آیات مسلمان ما که خیلی در طور مقام دیری با عالم صحبت میکنن به استناد با آیات و روایات میکنه، اما شما نگاه کنید این علم چه وقتی شکل میگیره. من الان واقعا برای خود من دوست را پیش نمیدیم جلسه دعوتی کرده بودم در آلمان برای کار قرآنی، من جلسه بودم اونجا 200 سال جشن انجمن قرآن رو گرفته بودم، انجمن قرآن. ما چند تا انجمن تو ایران داریم که انجمن های علمی هستن، نه انجمن های صنفی هستن و با هم تجربه کردن گفتگو رو و قرآنش هیچی قیل قرآنش واقعا دیدی سال دارم گفتگو میکنم. خب شما نگاه کنید تازه قرآن آقای ملکه محصول چند سال کاره، 70 سال حرف دادن که آقای نوکی خوبی بودی اومده نقل کرد این خدا کرده پایی کردن 70 تا شده این سجه این کار اتفاق افتاده به هر وقت دارم صحبت هم کن. ما چه کار میکنیم؟ من مشکلم این است که فکر میکنم که چه در فضای عالمان دینی و چه غیر عالمان دینی با همین مشکل که ما وجود دارد اینه که فکر میکنیم که ما در یه موقعیتی هستیم که پس باید یک کاری کنیم که حرف ما غلبه کند. این غلبه کردن یعنی که حالا چقدر واقعا به لحاظ دینی از فرهنگ
قرآن می بفرمایند که بدون که در حوزه بحث و گفتگو مسئله نرا و جدال و این چیزا دستورات کامل دارم این رو نداریم و فکر میکنیم که مثلا اگر باید این چیزی بگیم حرف بزنیم که اینجوری بشه، اما در دستورات دیدیم که جدوی داری که حرف حق هم داری که وقتی میدیم که داره از خارج از زبان میگذاره سقوط کن، بحث رو تعطیل کن. چرا؟ چون دیگه از بحث علمی خارج میشود و تبدیل به دشمنی و کینه میشود. این پس در رابطه با مسئله من فکر میکنم این درست است که یه مشکل تاریخی ما داریم و اون مشکل استفاده. من مشکل دوم رو هم میبینم علاوه بر اینکه ایمانش و مفهومش مفهوم دینیه، ولی مشکل کلی ماست. ما میشیم تکفیر کردن. قرآن میگه بلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، میگه لست مسلما. میگه کسی که یک کسی که داره میگه من مسلمانم، تو بو نبو که تو مؤمن نیستی، حتی این رو هم نمید. حالا اگر من فکر با آزانی در قرآن شوید فکر در پونزد در باید هست محقی کردم در مزمد و تکیبی که این یک بیماری هست، مثل بیماری وسوسه بر این چیزی روحی هست که ما میگیم که آدمایی هستن که وسواس دارن. واقعا تکلیف یک بیماری است و خب این ایجاد محدودیت کردن ها بخشش هم رو بینه که من از دست اینکه تکلیف نشم نمیتونم حرف خودم بزنم. اگر در حد اینکه در جامعه میخوام حرفی رو بیان بکنم ممکن است که بد بفهمم، بد تلقی بکنم و بد برای من هزینه داشته باشه. خب اگر ما استبداد دینی رو در نظر گرفتیم، اگر مسئله تکفیر رو هم داشتیم، حالا ما هم شده میکنیم مثلا این تکفیرها مثلا حوزه دین رو گیر کرد، بسه خب خیلی قربه با ابعاد دینی دارن این جهت، اما تو بخش روشن فکری هم از صنف خودش تکفیر هست. اونا مثلا از گاهی که گاهی نمونه هایی که ما گاهی تو گفتگو هایی که بین خودشون میشد حالا تو اون رهبر دعوه های مارکسیست ها دو اون مارکسیستی مثلا مارکسیست هایی مثلا مارکسیستی بودن، اینا با هم دیگه هم دیگه رو تکفیر کردن و ادبیات گفتگو شد که مثلا شما فرصت ندارید تو چی هست چی چی هست، از این اونا متناسب با خودشون تکفیر کردن. یا تو حوزه های ادبی مثلا از این سنخ مخصوص خودشون، امروز تو حوزه علمی هم هست که تو بخشی از رشته ها و دانش ها همین هست که اگر یک کسی حرفی رو بزنن از ترس اینکه این حرفش متفرد بشود نه اونا به لحاظ دینی، حتی یه حرفی بزنن که معمول اون یعنیدگان نیست یک کمی میترسه حرف بزنن، یک جوری میان که میگه آنسته بیا آنسته باش به گربه شاخت نداره، یک جوری این جوری اتفاق بیفته. خب در حوزه دین هم که خیلی حضرت بله هم یعنی این که ما متفکران و ما مصدهان ما اکثرشون تو همین دوره هایی که میگن تو دوره اصل خودشون محجور و منزوی بودن، حالا ما بعد از اون خودشون که گذشته است ما یه مقداری تحریف و تمجید کردیم. برخلی ما ابو علی سینا داره که تو زندان برخلی یه آثارش نوشته که یه مجموعی بوده که هیچ وقت هیچ جای استقراری نداشته دیگه، چه خیش را به خلمان بگیم چه خیش مقتول بگیم بشتیم
یا خیلی از اسناد آلمان ما همشون دورانهای خودشون دورانهای خوبی در زمان خودشون نبوده است، بعد از خودشون بوده است که روش کردن رو نخیستن نام خواهر شدن این چیز در زمان خودشون عمومت اینجوری نبودن اونه یه حرفی برای گفتن باشه. خب اگر این دوتا مشکل بود، حالا اگر واقعا بخواد فکر کنیم که چه کار باید بکنیم، این دو با این دوتا مشکل باید برخورد کنیم و حل کنیم. آیا فکر می کنیم که باید یه مقدار از خودمون شروع کنیم؟ مسلماً اگر روشن فکری دینی عالم دینی که حرفی برای گفتن دارد، اگر با این محدودیت و مشکلات دارد، فکر می کند باید برنامه‌ریزی بکند برای گفتگوهای خودش و مدیریت بکنه گفتگوهای خودش رو. خودش این مسئله ایست. این که گاهی ما نوع سخن گفتن خود ما باعث می شده که ایجاد محدودیت بیشتری بشود، چه از ناحیه عوام و چه از ناحیه سیاست و حکومت. من اون متعلقی که داره این مقاله مشکل اساسی سازمان روحانیت رو که نوشته از اونجا میگه که خب در باب اون روحانیت شیعه اون وقت هم فرده کردن که روحانیت شیعه امتیازی که به روحانیت اهل سنت داره اینه که وابسته به حکومت نیست. اونجا بعد 50 سال پیش بعد میگه که خب ولی یک مشکلی داره، مشکل عوام رو داره، ارتضابش الان از مردم هست فقطن باید یه چیزای حرفایی بزند که مردم راضی میشن و یه جوری نشه که ارتباط مادی قطع بشه. خب حالا در مدتی حالا که مطبیشون ما حضرت هاشم دست دادیم، یعنی الان بزنیم بگم بجرد که روحانیت عموم روحانیت ما الان وزش از درد استقلال سخن گفتن به مناطب از وضعیت روحانیت اهل سنت بیشتر و سخت‌تر شده. خب مشکل عوام رو پیدا کردم. بخشی از این مسئله، این مسئله ایست که ما در حوزه نوع گفتگوهای خودمون داریم. من وقتی که اون بحث وحی با جناب آقای دکتر سروش مطرح کردم، منم یه مقاله نوشتم، چون مقاله که نوشته بودن به نام توتی و زنبور بود، بعد من به مقاله نوشته بودم نه توتی نه زنبور. در اون مقدمش گفتم که خب بالاخره ادبیات این بحث اگر از قرن چهارم تا امروز پیدا کنیم چهار خط، ولی الان این مجموعه شده بود 500-600 صفحه برای این گفتگو. ولی بالاخره اما یه چیزی هست که روشن فکر دینی ما باید بالاخره فکر کنه که اگر بخواد حرفشو بزنه به حوزه سرکار خانم باید از بشنوه یکم این فکر بکنه که چجوری باید صحبتش رو بکنه که این صحبت کردنش به تواند تمام پیدا کنه و به تواند حرفش رو در جامعه خودش بزنه. این هم خودشی مطبره تعبیری که قرآن کریم میکنم که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اهتدی. حالا هر کسی اگر ما بخوام این جامعه فضای گفتگو رو به وجود بیاره و از خودمونم بخوام شروع کنیم، ما ببینیم که خب ما چی دور باید صحبت کنیم، این سوال رو بکنیم، نه نسخه برای بقیه ببیچیم، نسخه برای خودمون رو میتونیم ببیچیم،
بگیم خب اگر قرار هست صحبت کنیم و باید بگیم و برای مردم هم باید بگیم و امروز هم رنجی داریم و از رنجی که داریم نکران هستیم، خب این سوال که ما چجور باید صحبت کنیم، چجوری حرف بزنیم و چجوری برای یک دوره این صحبت همون رو برش برنامه ریزه کنیم، اینجور بگیم، اینجور بگیم، اینجور بگیم تا بتونی یک تأثیر بذار. من عمده یه نقطه حرف آخرم این هست که ما اگر نمیتونیم برای دیگران نسخه ای بپیچیم و اگر میتونیم میدونیم که این مشکل تقریبا مشکلی است که همه رو درد میتونیم مشکل گفتگو رو، من فکر میکنم که این مدیریت کردن و شنیدن و سخن گفتن این هم خودش که ما باید حداقل اگر توده های مردم از این جهت چیزی ندارن ولی روشن پیداش میکنن بشینن بگن که امروز اگر ما مسائلمون اینا این مسائل رو داریم، حالا اگر این مسائل داریم چه جوری صحبت کنیم، چه گونه حرف بزنیم و اولویت های ما چه چیزی هستن. امروز مسلمان ممکن است که ما از 10 تا مسئله رنج ببریم، اما توی این 10 تا آیا میتونیم برش اولویت قائل بشیم بگیم اصل اینها این مسئله الان اولویت امروز ماست و اگر این هست این رو چجوری باید بیان کنیم، چجوری صحبت کنیم و چجوری کار بکنیم. من فکر میکنم اگر اینجور باشه برداشت من اینه که میتونه زمینه فرهنگ نهادینه کردن گفتگو رو فراهم کنه. خب خیلی متشکرم. مجموع دوستان در همون وقت مقرر هم صحبت کردم، هم به دو دلیل چی نمارد میگم، یکی این که اصلا گفتگو پدیده مدیریت شدنی نیست که، دومی که یکی از اون تجربه قرار خودمون رو نقد کنیم و قرآن یکی از خودمون شروع کنیم، یکی از اونایی که این مسئول پنل شروع میکنه در حضور خودمون اقرار میگه که ایشون این رو فرمودن، اونم دیگه بعدش به بنابه ادب هیچی نمیگه که من اینجوری نفرمودم شما اینجوری برداشت کردید. در نتیجه فرمایش همه دوستان روشن بود و نکات بسیار مهمی رو هم مطرح کردن. کار گفتگو هم جنبندی نیست، کار گفتگو اتفاقا طرح جعبه و مسئله از بین دیگران که روی اون مسئله صحبت کنم و قرارم نیست که همه یک مسئله رو بگن. البته برداشت خود من این هستش که وجوهی که مسئله شد میتونه در کنار هم دیگه قرار بگیره برای ادامه همون بحث یا سوالی که من در ابتدا مسئله کردم، چون هم واژه نخبگان قابل کش دادن بود که بگیم نخبگان که هستن و هم شکل پرداختن به مسئله. یک نکته که خودم فقط تحت تاثیر قرار گرفته بودم از نظر همون جامعه گردیش یا اینکه در جای مختلف به گردی ببینیم مسئله هر سنه، خدمت آقای ملکیان گفتم چون صحبت خدمت آقای دکتر مهین بودیم، یک نشستی رو برای گفتگوی بین همین روان پزشکان و جامعه شناسان و ارتباطی ها اینها بود بر سر اینکه حالا مسئله سلامت و سواد سلامت روانی چی هست. اونجا اینا از یک بنا به سنت خودشون از یک پزشک پیشکسوت روان پزشک پیشکسوتی تجدید کردن و اون آقای دکتر بینگلی که 82 سالشه بود مسته که بعد از نظر خود من خودم خیلی فقط اسم ایشون رو شنیده بودم ولی اون صحنه عمل و از نظر من یک عمل گفتگوی بود، اینقدر اون فرد بودم متدینی هم بود و متشرع که برای همه نبات متبرک از با
آورده بود، ولی وقتی که از تحقیقش حرف نزد در مورد تأثیر موسیقی و روان کار کرده بود و از مؤسس بانی مسجد در دانشگاه تهران بود، گفتن 8 سال در جنگ بوده، ولی انجمن حمایت دیوانگان تأسیس کرده بود در ایران برای اینکه دیوانگان را جز بیپناه ها میدونست در جامعه. و جالب این بود که البته به حرمت اون جلسه نگفت از کی دعوت میکرده، ولی گفت که برای این کار از خوانندگان هم در گذشته دعوت میکرده بود که کنسرت بدن تا بتونه کمک بکنه برای این کار. جمع اینها که شما بانی مسجد باشی و کنسرت تشکیل بدید و برای زندانیان و بعد نبات متبرک بیاری، خدمت آقای ملکیان گفتم به نظر من خیلی از کسایی که در حوزه سنت موندن اتفاقا توانایی بیشتری دارن برای گفتگو تا اون بخشی که در این طرف هست. اینه که صحبت دوستان رزن من تحباب خوبی کرد و البته ما بعد ادامه خواهیم داریم. از اینجا به بعد تا هر وقتی که خودتون تونستید این بزرگاران رو نگه دارید در اختیار خود شما که شما با اینا با آقایون و خانم دکتر گفتگو کنید. فقط آقای دکتر آقای ملکیان فرمودن که حتما ساعت 8 باید اینجا رو ترک بکنن و خانم دکتر شریعتی هم به تبع ایشون البته به نظر من استعداد این رو داشتن که دیرتر برن. آقای عیوزی هم که دیرتر اومدن دارید با قید این که آقای ملکیان حتما 8 برن. ما در خدمت استاد ملکیان خواستم جواب بده. آقای شما اول اون جواب میدید یا آقای صاحب گفته؟ شما چیز دارید؟ میکروفونی دارید یا نه؟ یا همونجا بلندی؟ بفرمید. نه نیاز میکنم. خیلی تشکر میکنه واقعا. صحبتهای عالی بود. فرهاد دارن اصلا دنبال این میگردن که مشکل از کجا باید حل کرد. بس گفتگو رو منم یه چیزایی به ذهنم رسید خدمت دوستان میگیرم که کمک بکنه به این بحث پیش از اینکه بخوام ساعت کنم بجام، چون من کلی به این که توی جلسه بشینم که فقط دیگران صحبت کنم من بشنوم اعتقادی ندارم. بیشتر میگم که باید جلسه کار پژوهشی بشه، هرکی بیاد روی موضوع کار کنه یا تلاش بزنه یه برداشت دیگران کمک میکنه به یعنی در واقع هم افزایی بشه تا گفتگوشون بلند میشه. من حرف این است یعنی برای این که اصلا حالا به عنوان یه چیزی میشه یه راحل چیه هست اینا میخوام چون ما همه مسلمونی بود که متوجه بکنم این که یعنی توجه جا بکنم این که گفت شنود و در 1400 سال پیش خداوند به اعراب بدوی یعنی اصلا کلن به عامه مردم به ناس خداوند یاد داد. همین بحث شنود و خداوند شنود آموزش داد و بعد به ما هم گفتش که اینو هر روز تمرین کنیم. ما مسلمان ها روزی 10 بار در سوره هم با خدا گفتگو میکنیم. بنابراین مشکل عامه مردم این نیستش که گفتگو رو بلد نیستن، گفتگو با خدا رو انجام میدن روز در حالا صرف نظر این که چقدر با حضور قلب هست چقدر با فهم بالا هست، ولی به هر حال این کار رو تمرین میکنن مردم. یعنی از لحاظ گفتگو عامه مردم درکش از گفتگو درک پایینی نیست. برای همین هم از کشه ما میدونیم 1400 سال پیش اعراب بدوی که گفتگوشون با همیشه با شمشیره برای از این امرت دیدیم گفتگو با شمشیر کنار گذاشت میشه و با هم گفتگو و برای همینه که اون دوران فیلسوفای تمدن در حوزه علم فقه فلسفه در تمدن اسلامی شکل میگه اصلا تمدن اسلامی شکل میگه از همون داشت میشه. بنابراین من از صحبتم این استش که ما یک جایی هم در این صحبت ها برای روش قرآن و بیان قرآن در رابطه با گفتگو هم بذاریم.
یعنی ببینید خداوند چجوری از اعراب بدوی تمدن ساخت که درش گفتگو شکل گرفت. کار سیاسیش یه جنبه سیاسیش میگم بذاریم کنار، اصلا به جنبه سیاسی توجه نکن، اصلا بحث بحث سیاسی نیست، استبداد نیست، تسلیم نیست، آزادی بیان هست، اصلا اینا بذاریم کنار. نه بحث بحث این است که عامه مردم که با خدا گفتگو میکنن یا اون آموزه های قرآنی که به ما گفتگو رو یاد میده که آقای عیاضی در صحبتشون به نمونه های خیلی زیادی اشاره کردن، قرآن هم که بیاننده کل شیء هست، یعنی بیان همه چیز هست. بنابراین اگر مشکلی ما داریم، مثلا خانم شریعت میگه مشکل اینه که ما با جامعه رابطه نداریم، خوبه که بریم ببینیم قرآن هم در رابطه با راه حل برای مشکلات چی میگه، چه راه حلی رو قرآن ارائه میکنه. این قرآن که نیومده برای سال 1400 سال پیش، برای امروز هم آمده، تو همه اوضاعها هم قرآن پاسخ سوالات ما میده. حرف این است که ما قرآن رو هم بیاریم وسط. من به نظرم میاد زبان مشترک بین روشن فکرها و عامه مردم، ایده‌های مردم، زبان قرآنه، چون زبان قرآن بلدن. ما اگر اون رو متوجه این بکنیم به جای قرائت قرآن به فهم قرآن بپردازن، حداقل تو سطح دانشجوها، حداقل تو سطح آدمای تحصیل کرده، به جای قرائت قرآن به فهم قرآن بپردازن، مطمئنن راه بازتر میشه برای گفتگو. یعنی مشکلات که معنا شما زحمت کشیدین مثلا واقعا اصلی حرف میزدین، و اون اگر ما در معتقد هستیم که جامعه ما از اون مسیر درستش منحرف شده و نمیشه به دلایل زیاد گفتگو کرد، ما سود 10 بار از خدا میخوان ما رو به صراط مستقیم هدایت کنه. صراط مستقیم یعنی چی؟ یکیش همینه دیگه، دیرایی که داریم، مشکلاتی که داریم، ما رو چیکار کنه؟ خداوند هدایت کنه. پس ما به عنوان عامه مردم خواهان حل مشکلات هستیم. فقط زبانی که بین ما، یعنی ما، نه من که روشن فکر نیستم، من جز عوام مردم هستم، آدم اینجایی هستم، زبانی که من میفهمم با ما یه مسلمون و عامه مردم که مسلمون هستن، اینها باش روشن فکرها و تحصیل کرده ها و جامعه شناسا و فلاسفه و نمیدونم تمام کسانی که برای جامعه، برای حل مشکل جامعه سکر کنن، زبان قرآن هم یه زبان مشترکه. به نظر من باید به این هم توجه بشه، ازش دفلت نشه. عوض میخوام شما همتون استادای من هستیم و منم چیزی که به ذهنم رسید برای کمک به حل مسئله بود. متشکرم. های عیزه شما توضیح هم بیاره برسید؟ متشکرم. آقای علیکیان استعار مکتوبی کردن پاسخش بدم، بعد من خدمت شما هستم بطرم کنیم. برای پرسیدن که به نظر می رسد دست اساس و مشکلات ما در گفتگو با دیگران این است که مقدمه لازم آن که گفتگو با خود و یک پارچگی وجودی پیدا کردن است را انجام می دهیم. در این باب اگر صلاح است راهنمایی کنید. ببینید، من نمی کنم بپذیرم که دست اساس و مشکلات این باشه، اما می پذیرم که وقتی من با خودم نتونم مواجه بشم، به طریق اولا با دیگران نمیتونم مواجه بشم. مثلا حالا اگر بخوام به تعبیر مثلا یونگی حرف بزنم، اگر من نتونم با قسمت تاریک وجود خودم، با قسمت سایه وجود خودم نتونم مواجه بشم، و به جهت اینکه وقتی با اون قسمت تاریک مواجه میشم آزار میبینم، روگردان بشم، خب مسلمه که دیگه با دیگران نمیتونم گفتگو بکنم، چون در گفتگو که همیشه چیزهای موافق طبع من و مساعد حال من بیان نمیشه. بسیار از چیزهایی که من در گفتگو با دیگران میشنوم چیزهاییست که موافق طبع من نیست، مساعد حال من نیست. خب اگر من برای باشه که مواجهه با جنبه های تاریک وجود خودم هم برام دشوار باشه، به طریق اولا نمیتونم با دیگران هم گفتگو میکنم، این شکی نداره. اما و بنابراین برای تمرین گفتگو با دیگران من نیاز به گفتگو با خودم دارم، و بر اثر این گفتگو یک نوع یک پارچگی وجودی به تعبیر دکتر پیدا کردن، بعد اینو میپذیرم.
اما با این همه گفتگو چون جنبه اجتماعی قویی داره، نباید فرو بکاهیم همه مشکلات گفتگو رو به همین جنبه فردی، یعنی حراس از مواجهه با خود. این مقدمه خوبیست و تمرین خوبیست برای گفتگو با دیگران، ولی همه واقعا مسئله به نظر من این نیست. من یه سوالی از خدمتتون شریعتی داشتم. اگه شما فکر میکنید که مرمون دوستو شریعتی اگه میخواست به این شکلی به این شکلی که الان خستن در میومدن، ببینید من فکر میکنم روشن به یه پروژه نیست. یعنی اگر کسی شخصه، اگر کسی بیان برتر، ذهن چیز، احساس مسئولیت، ترکیبی از ویژگی‌های فاخر و برتر انسانی رو داشته باشه و بدون اینکه دستوری وجود داشته باشه تولیدی ایجاد بکنه، دیگه نمیشه دیگه طالب آورد. بنابراین من فکر میکنم که حالا چون وضعیت دکتر شریعتی نازه تاریخی مشخصه میشه، چون مثال ناب ذکر کرد، ببینید اگر مثلا ایشون یا کسی مثل ایشون میخواست که به معنایی که شما از مرحوم صابر مثلا مثال دادم، مثال بوده باید من نمیخوام تو مثال شما باشه بیارم باشه، و فرصت این همه حرف دادن رو نمیداشت ایشون و به اشتلاح بخشی از اون رو مصروف شنفتن که ظاهرا از فرماشا شما در این که پیومت رو مثل عمل به معنای خاصی که مثالش هم دادید بره با هم شریعتی دیگه نداشتیم و همسادون ها رو نمیتونستیم روش باشیم. بنابراین من فکر میکنم که اگر اون شما یه ملاحظه داشته باشید با اون فوزی هم کار ملکیان گفتن که اکادمیسیان دانشگاهی حرفای خودش رو در زده حقیقت رو داره و بلده داکیومنته بکنه، ولی روشنفکران این کار نمی کنن. خب این جده روشنفکران یعنی چیزی که ویژالا میتونم کمک بکن، چیزی که ویژه یه پروژه هست یک نفره جز معایبش نیست. اکادمیسیان ها اونطوری هم روشنفکران اونجوری هم. بنابراین به نظر من هر نوع برای روشنفکران ناب عرض می کنم، یعنی ناب هم یه معیار داره پیدا از نظر من، اون اینکه تحصیل گذاری، یعنی کسی که پیش نکرده باشه این قوت رو داره که حرفا شنفته نشه. وقتی حرف شنفته میشه حالا اونجا دیگه بحث تلف و کز نیستش. وقتی که روشنفکر در واقع این دمیکینگ فرمول نداره، هر نوع قالب بندی توصیه به روشنفکر، چون مثبار هم دیگه توصیه به در واقع روشنفکر رو از قالب توهی کردنه و بردن به جای دیگه است. مثلا ما بحثایی که تو مقدمات این بحث هم داشتیم بود که بحثایی که در آکادمی ها نمیشه مطرح کرد، محدودیت رو بوده به محدودیت دیسیپلین وجود داره، دیسیپلین وجود داره، واحد درسی وجود داره، ساعت وجود داره، اینها روشنفکر فرد. بنابراین اگر کسی بیان برتر، بیان سرخونه، بیان یعنی فاخر، بیان مؤثر، نفس گرم داشت و تونست در یک دوری تحصیل گذار باشه، یعنی خودمون درسته. یعنی در واقع اینجا روشنفکر رو با صرف و کس نمیشه دیگه بررسی کرد. مثل مثلا قله دماوند قشنگه، مثل یک عرشبت که مثل حمالی هست، خودش خودشه و اونا تحصیل خودشون. بنابراین من عرض میخوام کنم که احتمالا از پروژه اگر دیدگاه شما در نظر بگیریم، نه تنها گفتگو از بین میره، اصلا پروژه روشنفکری منحل میشه. براش خواستم بگم نه فقط انحلال روشنفکری منجر نمیشه. احتمالا من خدمتتون یه توضیح بدم. فقط اون بخشش که مربوط به من بحث کنم، چون یه بخشی دیگه مربوط به صحبت آقای ملکیان و آقای هیجی تو بخشش که واسه من یکمی اصلا آمدانه گفتم پایان گفتگو، به دلیل اینکه به همون نکته که شما برسیم، یعنی رادیکال یعنی انحلال روشنفکری. از شما میگه روشنفکری، من میگم نخبگان. به چه دلیل؟ به دلیل که از طرق نخبگان فکری میخوام استفاده کنم که شامل حال هم روشنفکر و هم روحانی میشه و به همین دلیل میگم نخبگان فکری که به اونجا یکم برسه. در حد کلامی هر دو ترم پایان گفتگو و ترم انحلال روشنفکری دو تا ترم رادیکاله، منتها رادیکالیسمش فقط به معنای برای مواجه شدن با یه دیسکور دیگه است و به فکر واداشتنه، نه به این معناست که طبیعتاً روی شاخهی که خودم نشستیم داریم میبوریدش. ما به هر حال جزء همون نخبگان فکری هستیم.
حتی زمانی که شما استعفا بدین در موقع صادر که گفتم و برین به سیستان بلوچستان، بازم شما جزء نخبگانی که یه عکس دیگه ای رو انتخاب کرد. اما این حرف داره، ولی تأکید من، تشدید من روی ماجرای پایان گفتگو و انحلال و مشارکتی، یعنی یک تحلیل ما از شرایط اجتماعی داشته باشه. یعنی نفس گفتگو یه مفهوم فی نفسه نیست، که فی نفسه یه ارزش، فی نفسه مهمه، قائم به ذات و مهمه. نه، یک مفهوم ارتباطی هست. ایشون استاد ارتباطات هستن. مفهوم کنسپت گفتگو یک کنسپت رولاسیونه، یعنی ارتباطی. گفتگوی من با دیگری، من با جامعه. بنابراین خود گفتگو، نفس گفتگو ارزشی. اگر ما جدا از این بهش فکر کنیم، یه تحلیل بکنم از شرایط، بنده دارم موقعیت شخصی خودم ره، من نیومدم یه جلسه در مورد گفتگو کنم. داشتم فکر میکردم که چرا من نمیخواهم بیام به یک جلسه برای گفتگو، در مورد گفتگو کردن. یکی از تحلیل ها، یکی از احساسی که عمومیت یافته که در میان بسیار از کسانی که تو حوزه فکر اندیشه هستن این هستش که انگار در یک جایی، در یک عموم تعمیم هم نمیده، مورد به مورد باید بحث کنیم، انگار در یک موقعیتی، در یک شرایطی احساس میکنیم که ما دچار تورم حرف، تورم حرف، تورم همایش، جلسه، ما میخواهیم فرار کنیم از حرف و جلسه و گفتگو و حیاهو. همین امروز بنده داشتم در خیابان میدیدم کسی داره کار میفروشه، خیلی کارای زیبایی بود، خطاطی، چند تاشو خریدم ازش و گفت این یکی رو بگیرم. گفتم نه، من یک تابلوی میخوام که فضای سفیدش بیشتر از فضای سیاهش باشه. خطاطی بود. بشه داری بدهی که ما احتیاج داریم به یک فضاهای خالی برای تنفس. فضاهایی که پر از کلام و کلام و کلامه، این دیگه الان به سفتش نمیخوام. ما این تحلیل داریم الان در میان بسیار کسانی که اهل فکر اندیشن، که بحث این جلسات حرف و حرف و حرف، حرف و حدیث، گفتگوهایی که راه به جایی نمیبرن. ما این جلسات داریم، این بحثات رو داریم برای اینکه بریم یک کمی کار عملی بکنیم. این نیاز به کار خیلی که به وجود آمده در میان روشنفکران قدیم و مبارزان سیاسی قدیم، یکی از دلایلش اینه که انقدر دور افتادیم از جامعه که نیاز داریم به یکم پروکسیمیته، به نزدیکی، به رابطه برقرار کردن با جامعه، با متن جامعه. اینو باید تحلیلش بکنیم. این شرایط با یک شرایطی که یک دکتر داریم، یک مهندس داریم، یک استاد داریم که زمان قبل از انقلاب متفاوته. اون زمان وقتی میگه دکتر معلومه که، استاد معلومه که، مهندس هم معلومه که، اصلا احتیاج نداره بگیم بازرگان، مهندس، مهندس، بازرگان فرق داره با الان که ما به شکل کارخونه ای داریم استاد و مهندس و دکتر اینا تولید میکنیم. پر کردیم جامعه را از کلام و از کتاب و از جاریس اینها. اینه باید ترجمه کرد، بتونیم تحلیل کنیم چرا کتاب های ما، کتاب های کلاسیک ها، کتاب های اصلی آموزشی ما تیراژ به چاپ هفتم رسیده. من نگاه کردم تیراژ 500 تا تیراژ 500 تا و چرا اینقدر گرایش به دنیای مجازی برای مینیمال ها؟ دیدین اینه، مینیمال هایی برای زندگی، یک گرایش مینیمالیستی برای اینکه انگاه پر شده ذهنمون از کلمات و حرف و صحبت. در نتیجه اینه باید بتونیم تحلیل کنیم و ببینیم به چه دلیله. شما اگر که دنیای روشنفکری رو تعریف کنید با سخن گفتن و حرف زدن و نوشتن، بله من میگم که ما احتیاج داریم یکم فرار رفتن از این دنیا، از این دنیایی که فقط با امر سوبژکتیو و ذهنیت داره توضیح داده میشه. و از این نظر من بعد میتونیم یه دفعه بحث کنیم، من صحبت کردم در موردش باها. به نظر من دنیای روشنفکری قبل از انقلاب با بعد از انقلاب یه تفاوت اساسی داره. روشنفکری قبل از انقلاب بحث کلام ذهنی نمی کنه، مخاطبش متن جامعه، یعنی متن جامعه هست، در مورد مسائل ریز اجتماعی داره حرف میزنه. در مسائل رو باز کنید که آثار بخوندید، بازرگان، طالقانی، شریعتی در مورد مسائل ریز اجتماعی داره حرف میزنه. در صورتی که روشنفکری بعد از انقلاب، اگر بگیم روشنفکری یا بگیم نخبگی، یک بچه با سواد بودن، تحصیل کرده بودن، آدم های با سواد تحصیل کرده، بحث های تئوری، پارادایم اپیستمولوژیک جانشان، به نظرم جانشین پارادایم سوسیولوژیک شده. بحث ها الان معرفت شناختی، بحث اونتولوژیک، بحث فیلسوفیک، بحث ها به تعبیرشون سیاسی شاید، ولی امر اجتماعی غایبه.
یه بحث جدیه. ما احتیاج داریم کسانی مسائل تقسیم نشه به دنیای سیاست و دین. یه جامعه هستش که ما باید ازش دفاع کنیم. در نتیجه ولی ما چه میکنیم؟ ما داریم امور در تاکسی نشستان، طرف میگه خانم ما بود دانشکده، گفت چی درس میگم؟ من خجالت میکشم معمولا میگم. بعد گفتم من ما هیچی همجور درس چی درس میگم؟ چه علوم اجتماعی. بعد گفت جامعه چی؟ گفتم اسم داشته جامعه شد. جامعه شناسی. خب بلافاصله جامعه ایران چگونه جامعه است؟ گفتم والا شما که بهتر از ما میدونید. از شما چی درس میدید؟ ما هیچ شما این کتابا رو باز میکنیم، امر مکتوب رو تبدیل میکنیم به امر شفاهی. چیزی که دیشب خوندیم میگیم شفاهی میگیم. اما جامعه ایران چگونه جامعه است که شما بهتر از ما میدونید؟ چرا؟ به دلیل که ما نیستیم تو جامعه. یعنی کنتکت مستقیم و مشخص با مسائل فرهنگی جامعه نداره. این به نظر من یکم بستگی داره. ما نگاه انضمامی خوبیش اینه که یک عقل برای همه زمان ها مکان ها نیست، دوره به دوره، دهه به دهه، شرایط به شرایط فرق کرده. امروز ما باید از گونه دیگر از روشنفکری تو گیومه به معنای مدافع امر اجتماعی دفاع کنیم، به دلیل اینکه دنیای ما دنیای بسیار سوبژکتیو شده. و اصولا این بحث میگم اگر علوم، اگر نظری علم رشته ایش هم باشه، شما به رشته اشاره کردیم، یک از مهمترین نقدهایی که به روشنفکران، به جامعه شناسان که از فرهنگ مشروع دفاع میکنن، این که سوبژکتیویته اجتماعی رو حذف میکنن. یعنی مردم گروهی هستن که خالی از سوبژکتیویته هستن، در حالی که کافیست که ما یک کمی نزدیکتر بشیم، یک کمی به جای شنیدن گوش بکنیم. خیلی متشکر. من ما به حال ریشه علمایی داریم. من اول آقای مریدیان رو ازی میخوام که شون قرارمون امروز برماشینم. اگر ایشون دو دقیقه بشینن، من جای آقای صحابه بشینم یک نکته ای رو بگم که آقای بنابای مریدیان بشنوم چون دو نفر دیگه مستم بعدش ما صحبت فقط بسمت مطرف هم بگیم. این صحبت که ایشون کردن، من یک جمله عرض کنم به اینه که بالاخره ما یک صفت در خدا که ذکر میکنیم صفت حکیم بودن و حکمت. ما خدا من خیلی چیز رو میفهمه، اما همه چیز رو که میفهمه که نمیگه. بالاخره نخبه فرهیخته خیلی چیز رو میدونه، اما این که شما بگید که مثلا آیا وقتی که شما محدودش میکنید عملا دیگه از روشن بهتر نمیده؟ من میخوام بگم، من سوالم حرفم اینه که یه وقتی تو همین بحثایی که آخرین سفر که جمعه های سروش هم بگم این قصه رو بگم، حالا گرچه یه بحثی گفته بود بین من های سروش بود، ولی شاید مفید باشه برای اینجا. من برایشون یه قصه رو نقل کردم. گفتم من داشتم میرفتم شمال، ماشینم خراب شد، سوار اتوبوس شدم. وقتی که سوار اتوبوس شدم یه صحنه ای دیدم که برای خود من خیلی عجیب بود. خب من هم در راننده های اتوبوس ها اگر مذهبی نباشم دیگه های دو چی پخش میکنن، اگر هم برسی باشد نهایش کافی میذارن دیگه، چیزی دیگه نمیذارن. ولی وقتی که من سوار شدم وارد پیدا شدم، دیدم اخلاق پارسایان آقای سروش رو داره گذاشته، داره پخش میکنه، داره گوش میکنه. به آقای سروش گفتم که ببین، بالاخره این که ما بتونیم جامعه رو امروز، جامعه امروز ما رو اخلاقی کنیم، یه مسئله هست یا نیست؟ آیا ما یه رنجه؟ اگر حوزه دین داشته باشیم که امروز ما از فقدان اخلاق رنج میبریم، آیا این مشکل هست؟ خب حالا ما ممکنه 10 تا مسئله داشته باشیم، ولی بالاخره آیا این حکمت و حکیم بودن اقتضا میکنه که امروز ببینیم اگر این توانایی داریم و این قدرتی که داریم به مدیریت کنیم، بگیم از توی این مباحث ما این مسئله را این با این زبان بیان بیان بکنیم. من در صحبتش ناظر به شما دلم میخواد جمعای ملکیان این حرف رو نقد کنن. من حرفم اینه که امروز با توجه به واقعا وجود فرهیختگان که داریم، ما از این جهت من احساس کمبود نمی‌کنم، ولی احساس می‌کنم که ما مدیریت نمی‌تونیم بکنیم برای حرف زدنامون که امروز بگیم که بیان بشیم بگیم آقا اونه که توافق دارن با هم میدونن، مشترکن میدونن، بیان یه صحبتی رو بکنن که امروز بتونه نیاز جامعه یا اولویت جامعه ببخشن.
من دیگه کنی شوید مخواستم از شما را سده کنم. بسه آقای دکتر منتظرم بله من هم در حاشیه سخنان خانم دکتر شریعتی و هم در حاشیه سخنان جناب آقای ایازی مخواستم از کنم که سخن هر دو تو بزرگوار پذیرفتنیه و من خودم تا این چهار تا نوشته در باره گفتم نوشتم در این سالها و سخنانی که همین تقریبا یک ماه پیش در مؤسسه باقران داشتم به صراحت هرچه تمامتر دیگه مستقیدشون بودن تو همون جلسه میگفتن که یکی از مسائل مهم در گفتگو اینه که موضوع گفتگو مسئله جامعه باشه نه شهر مسئله، یعنی نکنه که ما در جامعه زندگی کنیم که یک سلسله مشکلات کانکریت محسوس ملموس مردم با گوش و پوست و استخوان خودشون با این مشکلات سر و کار داشته باشن و وقت موضوع گفتگوهای ما روشن فکران درباره مسائل دیگری باشه. من از بحر حسین در استراغم تو از عباس میدونی جوابم، من اونو میگفتم و تو هر چهار تا نوشته هم که تو این سالها نوشتن اونو در هر چهار تا نوشته گفتم که گفتگو فقط و فقط مثمر ثمر است وقتی که این شرایط در شرایط بشه که در صدر این شرایط اینه که موضوع گفتگو در مسئله اجتماع باشه نه شبه مسائلی که ماها خودمون تو دپارتمان ها برای خودمون تبدیلش کردیم به مسئله. بنابراین من خواهم در تایید سخن خانم دکتر شریعتی من عرض بکنم که احتیاج نیست که ما حرف از پایان گفتگو بزنیم، احتیاج هست به این که گفتگوهای ما حتی گفتگوهای بین روشنفکران گفتگو در باب مسائل و مشکلات واقعی انسان ها واقعی شهروندان جامعه واقعی شهروندان جامعه جهانی باشه. بنابراین ما گفتگو بکنیم اما این وقتی کشیده نشیم به چیزهایی که هیچ رفتی به زندگی محسوس و ملموس مردم نداره. بنابراین اگر ما مراقب باشیم و کاملا متفتن به این موضوع باشیم که هر آنی در معرض اینی که یک شکل مسئله رو مسئله بیانگاریم، یک مسئله کاذب رو مسئله نما رو مسئله واقعی بیانگاریم و به گفته مرحوم دکتر شریعتی خیلی حرف ها هم بزنیم فقط برای اینکه اون حرف اصلی یعنی اون مشکل واقعی اصلا به زبانمون نیاد. من فکر میکنم این درسته. آقای ایازی یه چیزی در واقع میخواستن اشاره بکنن احتمالا به روشنفکران دینی علاوه بر این که میخواستن بگن علاوه بر این که این مسائلی در جامعه هست الاهم و فالمهم هم توش بکنید. این هم اتفاقا از اون شرایطی که من گفته بودم باز در همون مؤسسه باران هم یک ماه پیش گفتم بعد از اینکه تفکیک کردیم مسائل اجتماعی را از شکل مسائل از مسئله ماها، حالا تازه تو خود مسائل اجتماعی هم باید اولویت ها در نظر بگیریم چون ممکنه جامعه 50 تا مسئله واقعی داشته باشه ولی اولویتش با مسئله اول و دوم و سوم باشه و بنابراین به مسئله هفتم پرداختن باز در واقع اولویت ها رو در نظر نگرفتن. اما نحوه بیان که اونم به نظر آقای ایازی هم الان و هم در متن صحبتشون به اشاره می‌کردن می‌خواستن بگن یه طرز گفتنی هم هست که این طرز گفتن مشکلات کمتری ایجاد می‌کنه و نفوذ کلام روشنفکران رو نمی‌کاهد. اینو فکر می‌کنم که عرض کنم که اگر کسی حکمتش رو بلد باشه واقعا حق با ایشونه ولی خود بنده به شخصه این حکمت رو بلد نشدم تا الان که چجوری باید حرف زد که کسی نرنج. با سلام. خیلی متشکرم. از ما یک ماه عبدو